سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. این روزها در فضای رسانه‌ای به ویژه در کشورهای عربی در کنار حرفای مثبتی که درباره ما زده میشه، بحث‌های ضد ایرانی هم بسیار داغ است. چرا داغ است؟ به خاطر اینکه خیلی هاشون به ما، به وضعیتی که داریم، به داستان‌هایی که وجود دارن حسادت میکنن. و یه چیزی هم دقت بکنید، توی رسانه‌های مختلف در رسانه‌های عرب زبان عمدتاً مجری ضد ایرانیه، میهمان ضد ایرانی نیست. البته کارشناس منظورم نیست، کارشناسایی که دعوت میکنن تو استادیو چرا، اونا بعضیشون ضد ایرانی هن. ولی عمدتاً میزبانهایی که پشت خط میان اینا ضد ایرانی نیستن. داستان از چه قراره؟ مشخصه دیگه، میزبان و اون کسی که پولشو داره تامین میکنه، اونا همشون با ما مشکل دارن عمدتاً. ملت‌ها نه، ملت‌ها نه، کارشناسایی که برآمده از ملت‌ها هستن نه، اونا همسو هستن با ایران و میان حالا اونجا نکاتی رو مطرح میکنن. اینجا دیگه بحث بالا میگیره بین یک کسی که این سیاستمدار لبنانیه، روبروش هم موجی ضد ایرانی که کنایه هایی میزنه. با هم خواهیم دید. اجازه بدید با هم ببینیم. تنتقد اقل ایران اللي هي السبب فيما يحدث يا سيد وئام، انت تنتقد اقل وكانك تخشى من حزب الله او من انصار حزب الله. لا، انا انتقد، انا اعتقد بان المشكله بالامريكي وليس في الايراني. من دمر بغداد هو الأمريكي، من دمر سوريا هو الأمريكي. أنا أعتقد أن المشكلة في الأمريكي منذ 20 عاما. الإيرانيين لهم مصلحة، عفاهم. طيب عفاهم يعني دولة يعني تتبجح بأنها تسيطر على 4 عواصم عربية، كيف يمكن أن نمدحها يا أستاذ وئام؟ عظيم. وكيف يمكن أن نقبل بدولة تتدخل بشؤون كل الدول حتى الكبرى منها، تتدخل في شؤون روسيا، تتدخل. عزيزي بخش شما هم بررسی بکنم، سعی میکنه میهمان رو عصبیش بکنه. میگه که شما از ایران که مسبب این حوادث است کمتر انتقاد میکنید، گویی از مقاومت لبنان و طرفدارانش میترسید. داره سعی میکنه یه گاردی درش به وجود بیاره. اینجور وقتا بعضی ها حواسش نیست، میگن نه ما نمیترسیم، شروع میکنن ادامه دادن و این تو زمینش بازی نمیکنه. میگه که من معتقدم که اصلا مشکل ایران نیست، مشکل آمریکاست. آن که بغداد و سوریه رو ویران کرد آمریکا بود. معتقدم که مشکل 20 ساله این منطقه آمریکاست. ایرانی ها به دنبال منافع خودشان هستن، نوش جانشان. موجی میگه نوش جانشان؟ کشوری که افتخار میکند بعد 4 پایتخت عربی سلطه دارد، چطور میشود از چنین کشوری تعریف و تمجید کرد؟ اون فرد در جواب میده، میگه پس چطور میتوانیم دخالت کشوری که در همه کشورها، حتی کشورهای بزرگ دخالت میکند رو بپذیریم؟ آمریکا رو داره میگه. ولی تو یه چیزم دقت بکنید، ما الان چند برنامه داریم با هم بررسی میکنیم توی این کارشناسای عرب زبان که این مدام مطرح میشه، ایرانی ها به حضور در به اشغال 4 پایتخت عربی افتخار میکنن. کو افتخار؟ کی افتخار کرد؟ کی اصلا جرئت داره بگه که ما 4 پایتخت عربی رو اشغال کردیم؟ ما هم چی حرفی زدیم؟ کجا هم چی حرفی زدیم؟ نه، داره تبیین میکنه. یا انقدر میگم که مخاطب عرب زبان این شکلی بفهمه. کشورهای دیگه بگن اینا کشورهای عربی رو به چشم اشغالگر دارن نگاه، ایران دنبال اینی که استعمار بکنه، ایران میخواد فلان بکنه. اینا امارات داره این کارا رو میکنه در آفریقا. عربستان داره این کارا رو میکنه. ترکیه دنبال این کاره. ایران دنبال این بود که در مقابل گروهای تکفیری به اینا کمک بکنه. اونایی هم که تو اون کشورها هستن یه حس گاردی به وجود میارن. کشورشون رو کی ویران کرده؟ آمریکا. ولی حس گاردش رو نسبت به ایران باید داشته باشن. کشورشون رو کی ویران کرده؟ آمریکا. باید دشمنی نسبت به ایران باشه. این کاریه که داره سعی میکنه در وجود مخاطب بهش دامن بزنه. بریم ادامهش رو ببینیم. برمیگرد روسیا تتدخل في شؤون اوروبا، تتدخل في شؤون آسیا، تتدخل في شؤوننا وتجتاح بلدا عربيا وتسقط نظاما عربيا. طيب احنا معك في هذه النقطه. وتقتل طيب. مليون واحد. قد نتفق معك، نتفق معك. نقول المساله ايران، المساله امريكا. اسمح لي يا استاذ، ايران الم تستفد من هذا الوضع؟ هي منذ اسقاط النظام العراقي لا تكون دوله طبيعيه اذا لم تستفد من هذا الوضع. طب انتقدها. الدول تتساقط امامها. بدنا نسمع كلمه، بدنا نسمع كلمه. ستتقدم لتاخذ دورها. بدنا نسمع كلمه تنتقدها. نعم. انتقد لي إيران. لا، أنا لم أتحدث بأن هذا جيد، ولكن أقول بأن الساحة أخذت إلى الحرب، أخذت إلى الفوضى، أخذت الساحة إلى التدمير.
تدخلت إيران كقوة إقليمية لديها مصالحها في هذه الدول وهذا أمر طبيعي. خیلی خوب، اجازه بخشش رو با هم بررسی کنیم. میگه که در امور داخلی داخل روسیه اون کسی که دخالت کرده آمریکا بوده، در اروپا دخالت کرده، در آسیا دخالت کرده، در امور داخلی ما دخالت کرده، یک کشور عربی را اشغال کرده و حکومت عربی را سرنگون کرده، مردم عراق را زیر پا له کرده، 1,000,000 نفر را به قتل رسانده. آن وقت بیاییم بگوییم مسئله ایران است، نه مسئله آمریکاست. چجوری دارن توی رسانه دوست و دشمن رو جاشو عوض میکنن؟ تو بری بزنی افغانستان رو ویران بکنی، بعد فضای دو قطبی که داره به وجود میاد بین ایرانی و افغانستانیه. خیلی ها، تو بری بزنی عراق رو ویران بکنی، بعد تلاش بکنی نفرت درست بکنی در کشورهای عربی نسبت به ایران. مجری سوال میپرسه، میگه آیا ایران از زمان سرنگونی رژیم عراق از این وضعیت بهره نبرده؟ حالا بهره برده باشه یا نبرده باشه، با اینکه ایران اشغال کرده باشه نابود کرده باشه متفاوته. این دوتا عجب اعتماد نفس داره. میگه اگر از این شرایط استفاده نمیکرد کشوری طبیعی نبود، کشورهای همسایه در برابرش سرنگون میکردن، حتما پیش آمده و نقش خود را ایفا میکنند. میگه خواستم جمله‌ای در انتقاد از ایران از شما بشنوم، از ایران انتقاد کنیم. اصلا هدف مجری از اول همین بود. میگه نگفتم شرایط خوبی است، میگم منطقه به جنگ، ویرانی و درگیری کشیده شده. ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دخالت کرده زیرا منافعی دارد و این طبیعی است. هر کاری کرد که این بیاد یه حرفی ضد ایران بزنه این قبول نکرد. توضیح داد، گفتش که آقا اگرم جای ورود کرده به خاطر مسائل منطقه بوده، مجبور شده ورود بکنه. مسئله عراق هم واقعا همینطور بود. عراق خیلی داستان واضحی بود. داعش به عنوان یک گروه تروریستی حمله کرده بود به عراق. داعش فاصله نداشت با بغداد، داعش فاصله نداشت با نجف. اینا یقین داشتن به زودی به بغداد میرسن. و جالبه این تروریستای فارسی زبان نزدیک بغداد، اینا اوایلش خودشونو آماده کرده بودن با داعش کارو ببندن. یعنی اینقدر قطعی بود که اینجا سقوط میکنه گروهکای تروریستی. منتها اینا نمیگفتن داعش، اینا میگفتن عشایر عراق. اگر سرچ بکنید سازمان منافقینی های صدامی پلید درباره داعش هم چندان محتوایی در رسانه هاشان ندارن. بخوا هر کسی ضد حکومت اینا باشه، اینا میخوان باش همکاری بکنن. عرض بنده چیه؟ من میگم تو سوریه، توی عراق، توی یمن، توی لبنان، توی فلسطین، تک تک اینها مشخصه من چرا حضور داشتم و میتوان قضاوت کرد که حضور من به نفع منطقه بوده است یا به ضرر منطقه. بریم ادامهش رو ببینیم. این بخشی که میخوایم با هم صحبت میخوایم ببخشید با هم میخوایم مرور بکنیم، صحبتای یک کارشناسه که داره درباره ایران و اسرائیل و آتش بس نکاتی رو مطرح کنه. ببینیم با هم دیگه. تعقدت الامور اكثر من ما يجب الولايات المتحده الامريكيه الان تردد جمله واحده على حماس ان تقبل فقط. ما الذي تملك الولايات المتحده؟ تضغط على اسرائيل، اسرائيل لا تستجيب لها، الولايات المتحده تغير شروطها طبعا لانها هي تمكن نتنياهو من تحديها، تغير المقترحات، ثم بعد ذلك تقول على حماس أن تقبل. إذا قبلت حماس سيخرج نتنياهو ويقول نحن لا نقبل، لأنه كما قال في تصريحاته يوم أمس قال بأنه لن يقبل بوقف دائم لإطلاق النار، لن يقبل بانسحاب من قطاع غزة، من محور فيلادلفيا ومن محور من معبر رفح ومن مفترق نتسريم. إذن ما الذي سيتحقق؟ لن يعود المواطنون من الجنوب إلى الشمال لأنه سيبقى يتحكم في مفرق نتسريم. ما الذي تحقق عمليا؟ ستستمر في الحرب، ستستمر في الحصار، ستستمر في الاحتلال، وستستمر بتشريد أكثر من 2,000,000 فلسطيني، ثم تقول أننا قبلنا بصفقة. إذن لن يتحقق شيء. أن إسرائيل ليست في وارد التوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى. فإذا يبقى إذن أمامنا العامل المتغير وهو عامل إيران وعامل حزب الله. ما هو المدى الذي ستذهب إليه إيران وسيذهب إليه حزب الله الذي قد يعيد تشكيل الخريطة والحسابات؟ تخشى الولايات المتحدة أن تنجر إليها فتضغط بشكل حقيقي وفعلي على إسرائيل؟ بس تنتقل بخشش با هم دیدیم، اجازه با هم بررسی کنیم ببینیم که چیا داره گفته میشه. میگه که مذاکرات فراتر از انتظارات پیچیده شده. آمریکا فقط یک جمله را تکرار میکنه، حماس باید همه چیز را بپذیره. آمریکا چه قدرتی دارد؟ به اسرائیل فشار وارد میکند و آنها زیر بار نمیروند. آمریکا عقب نشینی میکند و شرطهای خود را تغییر میدهد. آنها نتانیاهو اجازه چنین کاری را دادند، به همین دلیل پیشنهاد را تغییر میدهند و از حماس میخواهند کوتاه بیاید و همه را بپذیرد. حماس اگر پیشنهاد را بپذیرد نتانیاهو مخالفت میکند، همانطور که دیروز گفتم با آتش‌بس
دائمی داره اشاره میکنه به صحبت نتانیاهو که گفته با آتش بس دائمی در غزه مخالفم. چرا باید موافق باشه؟ چرا باید موافق باشه؟ اگر آتش بس در غزه انجام بشه، اگر ما جنگو تموم بکنیم، اگر چون جنگ در غزه تموم بشه جبهه‌های دیگر هم آروم میگیره دیگه. لبنان به ضرباتی که داره میزنه و تاکید کرده گفته این جدای از انتقامه، من دارم این ضربات رو میزنم به خاطر غزه. محاصره اینها که باعث شده یک مسیر رو کل کشتی‌ها از دریای سرخ مجبور شن چند هفته فاصله بگیرن برن جای دیگه، اینا همه تموم میشه دیگه. نتانیاهو چرا باید صبر بکنه که اینها تمام بشود؟ اگر اینها تمام بشود به معنای آرام شدن اوضاع است، و آرام شدن اوضاع یعنی حالا ما بیایم اون 4 هفته نبود 40 هفته تظاهرات شنبه‌ای که علیه نتانیاهو داشتیم رو ادامه بدهیم. چرا باید همچین چیزی رو بخواد؟ این چیزهایی هست که خودشان هم در غزه فهمیدن. میگه اسرائیل از غزه محور فیلادلفیا، گذرگاه رفح و محورهای دیگر عقب نشینی نخواهد کرد. پس مردم چه سودی از این مذاکرات خواهند برد اگر قرار اینجوری باشه؟ مردم حق ندارن از جنوب غزه به خانه‌هایشان برگردن. داره وضعیت رو ترسیم میکنه و اسرائیل میخواهد به جنگ محاصره اشغالگری آواره کردن بیش از 2 میلیون فلسطینی ادامه بدهد، سپس مذاکرات رو قبول کند. به همین دلیل هیچ پیشرفتی در کار نخواهد. میگه اسرائیل به دنبال آتش بس و مبادله اسیران نیست، تنها یک راه تاثیرگذار میماند برای ما و آن هم ایران و مقاومت لبنان است. هر اقدامی که ایران و مقاومت لبنان انجام دهند باعث میشود نقشه راه را ترسیم کرده معادلات جدیدی را اتفاق بزنند. آمریکا هم از گرفتار شدن در معادلات جدید میترسد، به طور واقعی و جدی بر اسرائیل فشار میآورد. دقیقاً نگرانی اینها در حال حاضر همینه. و یه چیز جالبم به شما بگم، خیلی جالبه، عمده کسانی که مسئله فلسطین رو نگاه میکنن و درگیری ها رو در غزه نگاه میکنن، امیدشان به این هست که محور مقاومت و ایران یه حرکتی بزنن. اصلا از بقیه آبی گرم نمیشه، کسی دیگه کاری نمیتونه بکنه. اینا مگه اینکه یه حرکتی بزنن، مگه اینکه کمکی بتونن بکنن؟ این حرفا میدونید یعنی چی؟ در یک مسئله در منطقه ما کسی به مدیریت بحران از سوی فرامنطقه‌ای ها امیدی ندارد. امید ایران هست و یاران ایران. این بسیار امیدوار کننده و خوشحال کننده است اگر نگاه بلند مدتی به مسائل داشته باشیم و اگر بدانیم که در چارچوب نگاه بلند مدت در آینده منطقه این نوع فهم از مسئله چه پیامدهای مثبتی میتواند برای ما داشته باشد. از شما تشکر میکنم که تا این لحظه مخاطب من بودید. طولانی ترش نمی کنم. اگر نکته چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستین. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست. یکی از پیام های شما رو میخوام برای یکی از پیام ها رو میخوام بخونم. رفیق عزیزی گفته که من یک انسان سیاسی هستم، زندانی شدم، تیر خوردم، تو احزاب سیاسی بیرون از ایران بودم، الان دارم زندگی میکنم تو ایران، موندن توی سلول رو کشیدم، مشکلات مختلف رو داشتم. حرفم اینه با اینکه حکومت کمبود داره برای ماها و همه و برای ایران کم گذاشته، ولی من کلی تحقیق کردم و کتاب خوندم و فهمیدم که پروژه هایی را افتاده که ایران و رهبرش رو تخریب کنن، ایران رو خار و ضعیف نشون بدن، تخخیرش بکنن، از همه چیزش، از بمب ها و موشکاش تا مسائل دیگر همه رو تخخیر بکنن، تمسخر بکنن. در حالی که کشورهای صنعتی و تازه سرپا شده همه اینجوری بودن تا شدن بعدش ابرقدرت. پس باید پشت رهبرمون باشیم، شولنخالی نکنیم حتی تا پای جونمون. حیف که دیر فهمیدم و شدم یک آدم سیاسی که هیچ جا به امکار نمیدن، نه تو سازمانهای دولتی نه نظامی، وگرنه به خدا شرافتم جونم رو برای ایران و رهبرش میدادم، چون همه چیزایی که میگن دروغه. میخوان ایران رو تجزیه و خراب کنن، میخوان رهبر و حکومتش رو از چشم مردم بندازن تا مردم دست به تغییر حکومت بزنن و بعد ایران بشه لانه اسرائیل و آمریکا و انگلیس و به میل خودشون بچرخونن و بدوشن. کاشکی هممون یک تحقیق بکنیم و بعد ببینیم که دنیا چه خبره. خیلی از شما تشکر میکنم رفیق عزیزم، الهی که سربلند باشی. چقدر زیبا گفتی نکات مختلفی رو که تجربه زندگی شما بوده، تجربه‌ای که حالا پیش روی همه گذاشتی. من از دوستانی که اینا فعالیت سیاسی داشتن، کنشگرای سیاسی بودن که رفتارهای خیلی تندی داشتن، الان رفقایی دارم که اینها دارن کارهای نگاهشون متفاوتره به مسائل و از همین زاویه که ایشان گفت مسئل رو میبینن. یه نکته هم بگم، یه رفیق مشکی هم دارم، هیچ اشاره‌ای نمیتونم بهش بکنم و جزئیات بگم، فقط در همین حد بگم از بچه‌ای که تو فضای براندازی کامل نگاهش با ماست، کامل با ما همسو است و
داره تو اون میدان و تو اون عرصه کاره ارزشمندی انجام میده، کاره ارزشمندی انجام میده. حرفم متوجه منظورم شدین؟ یعنی یه کارهایی داره میکنه که این کارا به نفع وطنشه. براش آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم به آن چیزهایی که میخواد برسه و امیدوارم بتواند به مرور یواش یواش کمک بکنه بچه هایی که اونجا هستن هم مثل خودش طور دیگری مسائل را ببینن، حساسیت این روزها و اتفاقات را به خوبی بفهمن. دمتون گرم، پرچمتون بالاست، از خدا میخوام بهترین ها پیش روی تک تک شما باشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.